برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای گفته که عمیقا نگران حذف زنان و دختران افغانستان از سومین نشست دوحه است. این کمیته خواستار مشارکت فعال و مستقیم زنان و دختران در بحث‌های دوحه شده است. حذف زنان از فهرست شرکت کنندگان نشست دوحه با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. شماری از فعالان زن و کنشگران حقوق بشر افغانستان کارزار تحریم این نشست را راه اندازی کردند. مسجد جامع حران پس از مرمت آماده میزبانی از علاقمندان می شود. تپه باستانی حران در جنوب شرق ترکیه به عنوان یکی از قدیمی ترین مناطق سکونت انسان طی تاریخ در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو قرار دارد. مسجد جامع حران که در این منطقه واقع شده نیز پس از مرمت آماده میزبانی از علاقمندان به تاریخ و معماری می شود. میانگین دمای 10 ساله اخیر ایران از میانگین 10 ساله 5 دهه قبل 2 درجه بیشتر شده است. به گفته احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ایران، هر 1 درجه افزایش دما حدود 7% تبخیر آب را افزایش می دهد. او گفت روند بارندگی نیز در دهه های اخیر کاهشی بوده است. دانشمندان هشدار دادند که اگر مصرف سوخت‌های فسیلی با شتاب فعلی آن ادامه پیدا کند، تغییرات اقلیمی شدیدتر خواهند شد.